ارغوان شاخه هم خون جدا مانده من، آسمان تو چه رنگ است امروز؟ آفتابی است هوا یا گرفته است هنوز؟ من در این گوشه که از دنیا بیرون است، آسمانی به سرم نیست، از بهاران خبرم نیست، آنچه میبینم دیوار است. آه این سخت سیاه آنچنان نزدیک است که چو بر میکشم از سینه نفس، نفسم را بر میگرداند. خونه افتخاش در واقع بعد از اینکه ایشون توی اوایل دهه 60 تصمیم به فروشش میگیرن به شرکتی به اسم بهپاک در واقع فروخته میشه و چندین سال تحت مدیریت و تملک شرکت بهپاک بوده. شرکت سیمان تهران چون خودش در واقع یک ساختمان در واقع میراث فرهنگی بزرگی در اختیارش هست، برای اینکه شرکت‌های وابسته به خودش رو همین مجتمع در واقع تجمع پیدا بکنن، ساختمان‌های اطراف رو خریداری کرد. از جمله این ساختمان که در واقع توی اوایل دهه 80 در واقع خریداری شده از شرکت بهپاک و الان تحت تملک در واقع شرکت سیمان تهران هست، ولی عملا شرکت سیمان حکمتان داره اینجا که یک از شرکت‌های وابسته به سیمان تهران است دفتر کارش در واقع این ساختمان قرار داره. هم ساختمان اصلی سیمان تهران یک ساختمان در واقع میراث فرهنگی است و همین ساختمان هر دو تاش هم ثبت شده و در واقع تلاش مجموعه این هست که دو تا مجموعه رو کاملا به صورت و سنتی و همون چیزی که ساخته شده نگه داره. سالیان هم هزینه سیادی رو بابت این کار انجام میده با افتخار، چون اعتقاد داره به این قضیه که در واقع اون چیزی که میراث فرهنگی کشورمون هست و افراد سرشناسی مثل استاد افتخار منتصر هست اینا رو نگهداری بکنه و اونان یک میراث فرهنگی که سالیان طولانی انشاءالله آیندگان بتونن ازش بهره برداری بکنن. درخت ارغوان سن سال زیادی هم ازش میگذره، ما تحت کنترل دو تا از کارشناسان حوزه کشاورزی قرار دادیم و سالیانه چندین نوبت میان بازدید میکنن، خاکش رو آزمایش میکنن، خود درخت رو در واقع تست میکنن و دستوراتی برای اینکه بتونیم درخت رو حفظ بکنیم صادر میکنن که ما هم کارا رو انجام میدیم و بابتش هم هزینه میکنیم. تفکرمون این هست که کنار کار تولیدی که انجام میدیم باید اینجا رو نگه داریم و قطعا این مجموعه برای سالهای آینده با همین کیفیت به صورت سنتیش، ولی قطعا اگه جایی نیاز به بازسازی چیزی داشته باشه تحت نظر سازمان میراث فرهنگی بازسازیش رو انجام میدیم و حفظ خواهیم کرد. توی قسمت ورودی ساختمان تهران یه موزه رو چند ماه پیش افتتاح شد و اونجا در واقع به نوعی موزه مجموعه سیمان تهران هست که آثار استاد ابتهاج و در واقع همه بزرگوارشون که مالک سیمان تهران هم هستن اونجا الان قرار داده شده. داریم تدارک میبینیم اگر لازم شد یه بخشی از آثار خود استاد امیر هوشنگ ابتهاج اینجا قرار بدیم، گونه یادبودی هم براشون اینجا درست بکنیم، ولی هر کاری انجام بدیم هماهنگ با موزه سیمان تهران. کل مجموعه از قدیم یک پارچه بوده و عملا خود ایشون هم کارمند سیمان تهران بوده، به واسطه شغلش توی منطقه در واقع قرار گرفته و حضور داشته. یک پارچگی مجموعه برامون ارزشمنده. توصیه‌مون این هست، خواهش هم کردیم، البته خب شرایط روحی کسایی که علاقمند به استاد هستن شرایط خاصیه، خواهش ما این بوده که حتی امکان به درخت نزدیک نشن، برای که دخت درخت بهتر حفظ بشه. حتی نه اینکه حالا با یکی دو نفر مراجعه بکنن درخت صدمه ببینه یا فکر کنه خدا نکرده دچار مشکلی میشه، ولی هر چقدر بتونیم اون محدوده درخت رو حفظ کنیم قطعا به طول عمر این درخت و سلامتش کمک کرد. ارغوان این چه رازی است که هر بار بهار با عزای دل ما می آید؟ که زمین هر سال از خون پرستوها رنگین است و این چنین بر جگر سوختگان داغ بر داغ می افزاید.